بعد از ظهر آره همگی بخیر امروز سه شنبه 28 مرداد ماه 1399 اینجا رادیو مسقال خب امروز تا دیروز خیلی قیمت ها تفاوتی نکرد در کل اگر بخوایم بگیم سعودی یا نزولی حتی میتونیم اسمش رو نزولی بذاریم البته خیلی تفاوتی نداشتیم ولی نوسان خیلی زیاد بود با اینکه خیلی تغییر نکردیم اول یه نگاه به بورس بکنیم بورس اول وقت امروز هنوز بازار باز نشده خودشو رسون به قله چهل هزار شاخص حتی از چهل هزار مثبت هم گذشت ولی بعد شروع کرد به کاهش و ریخت تا آخر وقت حتی زیر ده هزار بسته شد نه هزار و خورده ولی بخوایم بررسی کنیم یک سری شاخص دیروز بسته بودند مسدود کرده بودن امروز باز کردن و کلا شاخص های بزرگشون همهشون شده بود صفح فروش و هم اینا سبب شد که بورس میگم نتونه خودشون بالا حفظ کنه و ریخت پایین حالا ولی در کل مثبت بسته شد در کل فکر کنم 9000 خورده ای زیر 10000 9500 600 همین حدود مثبت بسته شد ولی مسئله اینه که تا هزار بردنش بالا ولی خب چون دلار اون رشدی که باید و نداشت خب ریخت پایین امروز تنها سعود در اصل توی بازار صرف ملی بود بانک یک فکر کنم یه صد تومن گذاشت روش بعد یه پنجا تومن کم کرد امروز همون هلوهاش 23 در رفت آمد بودیم و دلار دولتیمون هم امروز حتی میخوام بگم نسبت به دیروز ما کاهش قیمت داشتیم یعنی دلار دولتی اگر یادتون باشه دیروز مثلا حدود 22800 22750 اینا بود امروز حالا مثلا 22700 750 600 650 بود یعنی 100 تومن حداقل پایین تر بود بریم سر دونه دونه خدمتتون ارز کنم که چه اتفاق افتاده دلار نقدیمون 2300 شروع شد بالاتر از دیروز باز شد چون ارز کردم بورس باید هر صورت حداقل زیرش گرفته میشد که اون شرایط دوباره ایجاد نشه اول وقتم عرض کردم اینا چون بورسشون دو تا بازار شده دیگه یکیش تا ظهر اون یکیش بعد از ظهره و طرف ظهر که میشه همیشه اگر قراره بخوان فشاری بیارن روی ارز واسه بالا همون صبح انجام میدن و خب قطعا هم همینه قبلا هم همین بود ارز اگر حالا بورس هم که نباشه اصولا تو مثلا ساعت دو سه بیشترین رشد رو داره بعد یه مقداری باید آروم شه چون که حجم خیلی میاد پایین ولی خب یه مقداری مثلا میخوام خواهم میگم پنجا تومن صد تومن نمیدونم دیویس تومن حالا که الان ارز بیس هزار تومنه این میگم دیویس تومن وگرنه یعنی همین هم نباید باشه ولی خب این شرایطی که الان میبینیم شرایطیه که بورس داره عمل میکنه و خب یه جورایی بازار انگار جواب نمیده یه جورایی انگار بازار بالای 23 هزار رو نمیپسنده و هی بر میگرده نمیتونن نمیدونم چی کار دارن میکنن اینو متوجه نمیشن ولی فقط امروز بدونید با اینکه خیلی دامنمون باز نبود ولی ما 800 تومن نوسان داشتیم تو همین دامنه کوتاه یه وقتا دامنه بلنده یه وقتا فرض کنین مثلا از 22 هزار میره 23 هزار یا از 23 هزار میاد 22 هزار حالا بله حالا اگر مثلا هزار تومن 1200 تومان نوسانمون باشه میگیم خب دامنمون هزار تومن بوده 800 تومن بوده حالا مثلا 1200 تومان نوسان تومن داشتیم ولی ما وقتی یک دامنه ای داریم حدود مثلا چه میدونم 300-400 تومن 800 تومن بیش از دو برابر نوسان داریم این نشان دهنده شرایط خیلی خیلی بدیه ولی خب همون اول وقت بدونید بالاترین قیمتی بود که ما از نقدی دیدیم بازار از بالا باز شد و اومد به سمت پایین یه مقدارم حتی اومد زیر 23 ولی دوباره برگشت بالا صرافی روی 23 به بالا ولی نقدی همچنان پایین و 23 مون یه چیزی مثل دیروز دا... کلوزمون دیروز هم کلوزمون یه همچین حدی بود دیروز هم دامنمون یه همچین حدی بود ولی امروز نوساناتمون خیلی بیشتر بود یعنی میخوام بگم از 23 و نقدیمون اومد حدود مثلا 22 حتی 750 بعد دوباره حدود 22 و 980 دیگه نتونست بره بالای 23 دیگه مون تا آخر سر فرض کنید 22 بسته شد سر رافیمون هم که اول وقت 23 و 300 باز شد ولی بعد دیگه اومد پایین حتی حتی ممکنه تونسته باشید تا یه ساعتی مثلا حتی زیر 23 هم خریده باشید از صرافی ولی بعد دوباره برگشت بالای 23 دیگه 23 شد و حتی بعضی ممکنه 23 و هم بهتون بفروشن حوالمون 23 و 150 23 و 100 هم این حول و حش نوستان میکرد اول وقت 23 و 150 بود بعد یه ذر اومد پایین دوباره رفت ارز میکنم امروز بازار خیلی بالا و پایین رفت اول سر خیلی بالا بود ولی بعد اومد پایین ولی دوباره اون پایین که اومد اون پایین شروع کرد چند بار نوسان کردن و خلاصه به هم ریختن اقتصاد سک همون کاش قیمت داشته سکه که دیروز مثلا 10 و 900 بود امروز مثلا 10 و 800 میتونید بخرید حالا 10 و 800 10 و 850 بازار عرض می کنم و ولی خب همون بازار دیروز 10 و 900 بود سرف خب یه مقدار بالاتره سرف مثلا یه 50 تومن 100 تومن بالاتره صرافی مثلا دیروز شاید مثلا 10 و 950 اه... 11 باید می گرفتید امروز مثلا شاید 10 و 850 و 10 و 900 بتونید بگیرید سه که حدودا یه 100 تومن اومد پایین و خب این نشون دهنده اینه که حبابش یه مقدار داره خالی میشه و خب مزنه هم دوباره امروز نوسان داشتیم دیگه 4620 امروز شروع کرد تا 4660 هم بالا رفت تا دوباره 4600 اومد پایین بعد دوباره رفت تا 4640 و سی نوسان میکرد 4630 40 تا 50 و خب مسئله بعدی اونسمونه که اونسمون دوباره دو هزار رد کرد رفت بالا حالا من یه نکته در مورد اونس وسطون اضافه کنم و اون اینه که ما دیگه نگران اون شرایطی که در مورد اونس 1900 در حدود ده سال پیش بودیم کمتر هستیم نه اینکه نباشیم خیلی کمتر هستیم یعنی اونجا یه فاجعه بود یعنی به اون میگفتن یه شادو یه لحظه زد و برگشت اگه خاطرتون باشه مثلا 19 یادتونه شادو بود یه لحظه زد و برگشت حالا 19 رو سال بعد بابت التافی که رئیس بانک مرکزی شامل حال اقتصاد کرد دوباره پر کردیم ولی بدونید اگر کاری بغیر از این میکرد شاید سالها طول میکشید تا این 19 پرشه من اصلا با تون شوخی نمی کنم. اگر که این حرکات حالا یا عمدی مخرب و یا ناشیانه از روی ندونم کاری حالا دیگه با خودتونه که قضاوت کنید اگر این کارا رو نمی کرد پارسال و 97 و 98 ما شاید به این زودی به 19 نمی رسیم دوباره شاید مثلا باید قبل از 19 بازار رو تموم می کرد تحویل رئیس جمهور بعدی می داشت رئیس جمهور بعدی هم میخواست چهار سال حکومت کنه تو دوره بعدیش ببره بالا یعنی شاید مثلا 6 7 سال طول میکشید تا دوباره ما 19 رو ببینیم ولی خلاصه این کارهایی که انجام داد این جاهایی که قرار گرفت این نوساناتی که دیدیم اون افت شدیدی که دیدیم همه این حرکات های یک دفعه یعنی اینکه یه دفعه دلار در ارزی چند ماه قیمتش نصف شه یا دو برابر شه پنجاه درصد به روش خب اینا ویران کننده است دیگه نتیجهش الان میتونید این نتیجهش الانه که دلار قشنگ تو بیست نشسته خیلی شیک و مجلسی فعلا تو بیست نشستیم و خود بانک امروز 22500 خود بانک امروز 22500 قیمتشه دولتی میخواستید بگیرید 22600 22700 صرافی 23 حتی میگم توی ساعتی 23 و 300 خب پارسال این موقع 11 بوده و میخوام یادمون باشه میخوام خاطرمون نره هرگز ما ایرانی ها متاسفانه فراموش میکنیم ولی خب بدونید اگر اون کارا رو پارسال نکرده بود شاید ما این قیمت ها رو شاید که نه قطعا ما این قیمت ها رو بدونید که 6 -7 سال دیگه میدیدیم و بازار میتونست ببنده با حالا 15 16 نهایتا با کرونا بگیرید 17 18 هم شاید نهایت نهایتش بود امکان نداشت بتونه 19 رو به این زودی ببینه دولت بعدم خب میومد همون 18 رو نگر میداشت شاید حتی میتونست اولش واسه اینکه خودشیر نکنه بیاردش رو 16 و 17 تا اینکه بعدن یه دفعه مثلا چهار سالش که رد میشد دوباره که انتخاب میشد یه دفعه بله بعد, بعد یه دفعه نونزه که هیچی بیست و هم رد میکرد سی و 9 هم رد میکرد ولی این الطاف ایشون بود که ما به این راحتی تونستیم و به این سرعت از اون شادو عبور کنیم شادو چیزی نیست که ما به این سرعت بتونیم ازش عبور کنیم ولی حالا اونس رو دیدید اونس شادوشو توی یک زد و نشست پایین و در طول چند سال خودش رو اوورد تا حتی نزدیک های یک و ست. یه مقدارم از یک و ست حتی پایین تر اومد ولی خب بعد دوباره برگشت بالا و خب این خطر باز بود که اون اتفاق بیفته و خب جا بمونیم ده سال طول بکشه تا برگرده و اینجور مسائل الان اون خطر خیلی کمتر شد بسیار کمتر شد حالا اون یک و که بود هیچی خود دو هزارم از نظر روانی عدد نیست بسیار سنگین پس این دوتا کنار هم میتونه شرایط خیلی خطرناک کنه الان نه اینکه بگم خطرناک نیست هنوز خیلی خطرناکه ولی خطراتش یک سوم شده ولی باز هنوز خیلی خطرناکه یعنی اینکه ما نگران بودیم که من عرض کردم حتی اگه مثلا 2200 م دید باز ممکنه برگرد و شادو بزنه بریز پایین الان احتمالش خیلی کمتر شد ولی باز هنوز هست ولی نه به اون مقدار شدید یعنی الان دیگه اگرم بخواد برگرده دیگه بر نمیگرده اون جایی که اون دفعه برگشت حالا ممکنه نمیدونم در حد چند صد دلار برگرده پایین اون موقع خیلی میاد دقیقا نصف شده اگه خاطرتون باشه حالا نه دقیقا نصف نصف ولی خیلی کاهش داشتیم و البته حالا هر چه که این اتفاق بیشتر بیفته حالا دو حالت داره یا این باید فاصله بگیره یا باید مدت زیادی رو اینجا سپری کنه و یا حتی باید دفعات زیادی از اینجا عبور کنه هر کدوم از اونها احتمال این قضیه رو که برگرده به عنوان یه شادو پایین اصلا کلا حذف میکنه چون همین الان ما دیگه نمیتونیم بهش بگیم شادو شادو اینه که یه لحظه میبینه برمیگرده اون هفته وقتی حرکات رو دیدید یا اون موقعی که اومد بالای هزار آروم گرفت اونا کاملا غیر طبیعی بود و باید یک نوسان وحشتناک انجام میداد که اون نوسانش رو انجام داد و برگشت بالا و حالا دوباره برگشته بالای هزار حتی میخوام بگم اگر برگرده پایین هزار دفعه بعد اگر برگرده بالای 2000 دوباره ما با اطمینان بیشتری میتونیم بدونیم که خب دیگه امتر اینجا واسمون حالا باید نگاه کنیم ببینیم که حالا آیا میره به سمت پالا همینجا میمونه یا دوباره برمیگرده تا بخواد یه بار دیگه واسه بار سوم با اطمینان بیشتری وارد کانال 2000 بشه یه نوتر من میخواستم اول بگم یادم رفت الان عرض میکنم ببینید من اینجا نه پیش بینی میکنم نه کفبینی میکنم ببینید من حالت های مختلف دارم میگم ببینید هرگز نگفتم این میشه اون میشه مخصوصا کوتاه مدت اصلا کوتاه مدت که من هرگز حرف نزدم من هرگز حرف فردا رو نمیزنم هرگز حرف یک ماه دیگر رو نمیزنم هرگز حتی میخوام بگم شاید بگم یک سال دیگر هم نمیگم فقط این نکته رو میخوام بگم بعضی از دوستان خب منو نمیشناسن با من آشنا نیستند حرفای منو زیاد نشدیدن بعضی از دوستان دوست دارند اونطوری که دلشون میخواد بشنوند بعضی از عزیزان هستن دنبال یه چیزی میگردن تو ذهنشون هی میرن صحبت اینو اونو گوش میدن یه جمله واسه شون کافیه که ها ببین اینو گفت منم همینو میخوام کاری به بقیه حرف طرف ندارن یه آدم پرچونه ای مثل من مثلا یه ساعت حرف میزنه طرف مثلا یه جمله منو نگاه میکنه بعد نگاه نمیکنه آقا من قبل از این جمله و بعد از این جمله خیلی در این مورد تفصیل این با همون یه جمله کار داره و اون یه جمله رو به نفع خودش فکر میکنه داره برمیداره در صورتی که بعد میبینه که حالا ممکنم شانسی اون اتفاق درست در بیاد ولی خب ممکنم درست در نیاد ولی میخوام واسهتون روشن کنم که صحبت های منو باید همش رو بشنوید و در کل این قضیه رو بدونید که من پیش بینی نمی کنم من نه فردا رو پیش می کنم نه هفته بعد نه ماه بعد نه این کارم نه تخصصم نه اصلا به من مربوط میشه من فقط تحلیل میکنم یعنی قضیه رو براتون باز میکنم که اگر این طور بشه چی میشه اگه اونطوری بشه چی میشه اگه اونطوری حالی کدوم یکی از اینا بشه دیگه من نمیدونم اصلا در جریان نیستم که چه اتفاقی میفته خب پس اینم از اونس اون میخوام بگم الان با این شرایطی که ایجاد شد هنوز هم خطرناکه ولی از مقدار خطرش به مقدار بسیار زیادی کم شده چون نگران این بودیم که بیاد و برگرده و یه شادو بزنه و خلاصه این قضیه خیلی سبکتر شد ولی باز عرض میکنم باز احتمالش هست خب دلار امروز 23 بود دیگه آخر وقت 23 23 و 100 دلار که 23 و 300 هم شد هواره هم که عرض کردم 2350 اونسمون 2012 است حتی من 14 هم دیدم فکر کنم حتی 15 15 هم شده نمیدونم شد یا نه ولی همین حدود بود حالا الان دوباره یه ریفرش میکنم خدمتون دقیقش عرض میکنم مزنه اونم که 4640 حالا این ده تومن بالا پایینش تو این بازار فعلی دیگه باید حلال کنید اصلا مشخص نیست خیلی حرکت داره ولی خب بخوایم حساب بکنیم امروز ما طلا تو بازار ایران قیمتش اومده پایین ببینید اینو میخوام از من قبول کنید الان مزنه 4580 بوده دیروز امروز 4640 من به این میگم کاهش چون من با دلارش کار دارم دلارش بوده 22390 الان دلار شده 2256 یعنی ما دلارمون بیشتر از 300 تومن کاهش قیمت داشته من میگم مزنه اومده پایین این اونسه که رفته بالا بله اونسمون رفته بالا اگر کسی در اومد گفت قیمت طلا در ایران رفته بالا همین خالی این درست نیست به نظر من ببینید من تحلیل اصلا منیش همینه دیگه تحلیل یه کلمه نیست تحلیل یه شرحه باز میکنه هر قضیه یو میخوام یعنی قشنگ واسه هممون روشن بشه بله بخواید نگاه کنید در ظاهر قیمت طلا در ایران قیمتش رفته بالا ولی تو بطنش خیر همش اتفاقی نیفتاده این اونسه که رفته بالا و طلا تو ایران به اندازه اونس رشد نداشته یعنی قیمت دلار طلا اینجا تعیین میکنه که قیمت طلا امروز تو ایران رفته بالا یا نرفته بالا قیمت دلار رو نگاه کنید دلار طلا رو نگاه کنید قیمت طلا تو ایران بالا نرفته که هیچ پایین اومده از همه چیزم هم بیشتر پایین اومده بانک بالا رفت صرافی همون حدوده قیمت دلار دولتی هم یه حدود فکر کنم 100 تومن هم اومد پایین ولی ایشون بیش از 300 تومن اومدن پایین و یا کم رفته بالا که این قضیه رو هم قبلا عرض کردم وقتی ما حرکتی شدید در بازار جهانی داریم وقتی اونس به شدت نوسان میکنه بازار داخل یه مقدار دیلی داره چه رو به بالا چه روبه پایین دیلی داره صبر میکنه بعدا قدم برمیداره یا حالا ته یه چند مرحله قدم برمیداره قدم اولش رو برداشته قدم دومش رو منتظره حالا اگر اونزه برگشت پایین این دیگه پایین برگشتنش به اندازه بقیه نخواهد بود همونطور که الان بالا اومدنش هم به اندازه اونس نبوده و همین سبب شده که امروز حباب طلا در ایران به شدت زیاد بشه طلا امروز خیلی حباب داره بیش از فکر کنم دیویس هزار تومن حباب داره حالا اونم الان عرض میکنم خیلی تو پس خب این قضیه میخوام کامل واسه روشن بشه قیمت طلا در ظاهر در ایران رفته بالا ولی دلار طلا پایین اومده حسابی هم پایین اومده سی ست تومن پایین اومده و سبب شده که با اینکه اونس رفته بالا و مقدار زیادی هم مزنده رو برده بالا ولی به اون اندازه مزنده هنوز بالا نرفته و بالانسش به شدت با دلار به هم ریخته و سبب حباب بیش از 200 هزار تومنی شده البته تو چیز عجیبی نیست تو شرایط فعلی ما حباب اینجوری دیدیم نه که حالا هر لحظه داشته باشیم ولی دیدیم بازم متاسفانه زمان هایی که مثلا تفاوت حتی ما طی همین امروز هم بود و حتی روزهای گذشته طی هفته های گذشته ما میدیدیم شاید بودیم که دلار طلا و دلار بازار بیش از هزار تومن هزار من فکر کنم تا 600-700 تومن تفاوتش هم یادمه الان که حتی هزار تومن هم تفاوت ندارن حالتا هزار تومن تفاوت نمستن 950 تومن تفاوت شد همون هزار میتونیم حسابش کنیم پس 22 تومنه ولی 22 پنجاه ارز کردم دیروز 22 300 90 بود. سکه ده... سکه که دیروز 1090000 بود امروز 10850 الی 1090000 دیروز 1090000 الی 10950 بود امروز 10850 الی 900. یه کوچولو یه 50 تومن امروز سکه حدودن قیمتش اومد پایین تازه با اینکه این همه رفت روش این همه آب شده اومد بالا عدد آب شده اومد بالا نمیتونیم بگیم نه آب شده که دیروز 4580 بود امروز 4640 پس آب شده قشنگ نشسته بالا تو بازار داخلی ولی سکه یه 50 تومن اومده پایین این حباب سکه رو به شدت کم کرده و یادتونه ته این چند وقته حباب سکه خیلی بالا بود و این حباب عرض کردم هیچ وقت موندگار نیست هیچ وقت هیچ وقت و همیشه در نوسانه و حالا خوش اونایی که محاسبات بلدن حساب کتاب میکنند و میتونند اون زمانی که برنامه شونه برای خرید یا فروش بتونن بهترین رو اعمال کنن برای اینکه حالا حداقل بتونن از این شرایط هم استفاده کنند خب نیممون هم 5500 شد ربمون هم 350 رب همون قیمت دیروزه نیم تازه 50 تومن آمده پایین یعنی تازه میگم امروز بانک این همه اونس رفته بالا چه مهربون که سکم اومده پایین بعد یه نکته رو روشن کنم اینو من قبلا هم همیشه گفتم دوباره هم میگم چون این نکته خیلی مهمیه ببینید تو بازارهای همسان بازارهایی که ما منتظر قیمتشون برم بالا ببینید مثلا میخوام بگم ما واسه ممکنه توت فرنگی این قانون رو نتونیم بذاریم ممکنه مثلا واسه تخم مرغ و مرغ و این چیزا نتونیم این قانون رو مثلا حداقل در کوتاه مدت یا یک ماه یا دو ماه یا شش ماه بذاریم ولی واسه بازارهای همسانی که مطمئنیم قیمتشون میره بالا بله حتما میتونیم این قانون رو بذاریم چرا میگم چون مثلا میگم توت فرنگی ممکنه بابت فصلش بابت صبح تا عصرش دیدی توت فرنگی میری صبح یه قیمت عصر اصلا ارزون میده چون خراب میشه تو فردا نمیمونه یا حالا موارد دیگه حالا این تر میخوام بگم اگر ما میبینیم که مثلا سکه توی ماه گذشته تا الان سود بسیار کلانی داده نسبت به مثلا طلا یا نسبت به دلار بهتر آگاهانه تر نگاش کنیم این به معنی این نیست که آقا ماه بعدم سه که دوباره همین سودو خواهد داد اصلا ممکنه ماه بعدم هم بله همین سودو که هیچی بیشترم بده ولی باید نگاش کنیم شاید اینطور نباشه شاید الان حباب گرفته و بابت این حباب بس که اینقدر سود داده و شاید الان نگاه میکنیم نسبت به مثلا ماه گذشته آف درصد کمی سود داده نسبت به بقیه بعد یه نگاه میکنیم میگیم آه چقدر حباب منفی داره پس اینا همش خیلی مهمه یعنی اینکه من بودم هم برم سمت چیزی که در گذشته سود خیلی زیادی داره اتفاقا درست نیست باید بعضی وقتا هم بررسی کنم برم سراغ اون چیزی که در گذشته سود کمی داده توی نه اینکه در گذشته بلند مدت ها توی بازه مثلا یک ماهه بازه یه هفته بازه نمیدونم کوتاه نه بازه بلند چون بازه بلند اصلا یه میانگینه و اون صحیحه تو بازه بلند هر چی بلندتر صحیحتر یعنی شما اگر میخوای حقیقت رو بدونی زیر ده سال نگاش نکن ده سال حقیقت رو به شما میگه 20 سال بیشتر روشنتر میکنه شما رو یعنی میخوام بگم میخوای مسکن رو مقایسه کنی با مثلا فرض کن ماشین با سکه با طلا با حالا هر چیز دیگه ای ده ساله نگاش کن 20 ساله نگاش کن تا حقیقت رو ببینی بله تو یک ساعت تو یک ماه تو یک سال خیلی زور روشن نیست هرچی بلندتر قضیه روشنتر ولی این قضیه مال کوتاه مدته چون این حبابا در طول این ده سال هزاران بار بالا پایین میشن و هنر اونه که تو همین بالا پایین شدنها من بتونم استفاده کنم و نیاز دارم که بتونم جزئیاتش رو بدونم و همین حبابه واسم هم مهمه ماهشم مهمه و وقتی حبابی خیلی زیاده و خیلی کمه این تو همین هفته یا نهایتا ماه قضیهش روشن میشه نه اینکه من ده سال اصلا ده ساله این جا نداره پس کوتاه مدت وقتی نگاه میکنید وقتی هفته رو من چند روز دیگه تحلیل ماهیانه رو احتمالا باید بدم خدمتون اونجا واسطون رو عدد کامل روشن میکنم قضیه رو که عزیزانی که حالا تازه به ما پیوستن و به این جزئیات هنوز دقت نمی حتما دقت کنند که اگر من نگاه میکنم مثلا حالا فلان آیتم از ماه پیش تا اینجا خیلی سود داده آیم اصلا معلوم نیست که تا ماه بعدم همینقدر سود بده یا اصلا سود بده شاید اصلا ضرر بده یا نه اصلا ممکنه بده بیشترم بده ببینید اینا باید روشن شه و برعکس هم هست چون این ضرر داده یا چون این کمتر سود داده معنیش نیست که من بدو هم برم سمت که بیشتر سود داده باید حبابا رو حتما نگاه کنم و این سکه یادتونه تا همین چند هفته پیش تا همین ماه گذشته به شدت حباب داشت یعنی نسبت به مالیاتش هم حباب داشت من یادمه مالیاتش که هیچ حدود سکه یه میلیون تومن مالیات داره فقط دیگه سکه حدود یازده میلیونی نه درصدش نزدیک یه میلیونه خب حالا همین سکه تازه میخوام بگم 300 400 تومن تا همین ماه گذشته من حباب ازش دیدم علاوه بر مالیات پس مالیات سکه خیلی زیاد بود و این باید ببخشید حبابش و باید کم میشد معنی باید کم میشد این نبود که بیشتر هم نمیشد ممکنه بیشتر هم بشه ولی توی یک بازه چند ماهه باید کم بشه و متعادل بشه اصلا حرفی غیر از این امکان پذیر نیست توی اقتصاد حالا الان میبینید که به مرور که داریم میریم جلو تا یه این هفته که داریم میریم جلو هی داره رخی نشون میده و شرایط خودش رو مناسب تر میکنه تکیه که میگم وحشتناک بود یه زمانی و البته شرط آب شده باید در نظر بگیرید با شرایط بازار جهانی و دلار که الان خیلی فاصله دارن خب بریم سر حبابامون خب طلا همون 2011 فعلا همون حدوده هر مسقال طلا 4 میلیون هزار تومن الان چهار هزار تومان حباب منفی داره اون موقع که من گفتم 200 تومن چون من اون لحظه رو نگاه کردم که قیمت اونس بالاتر بود ولی حالا فرق نداره دیگه حالا 200 دی هزار تومن و 194 هزار تومن دستشون گردن همه خیلی زیاده خیلی زیاده چون فاصله دلارشون خیلی زیاده و حالا سکر نگاه کنیم سکه دو هشتد و پنجایی و هفتاد و هفت تومن حباب داره نسبت به تلاش یعنی شما سکه رو میخری 400 تومن هم اضافه نمیدی تازه مالیات هم در زن نمی فقط تلاش رو در نظر میگیرم. نسبت به آب شده که مفته تو ایران یعنی آب شده دلارش در میاد 22 تومن آی ملت آی ایو حناس بانک با اون دروغش دلار 22 تومن الان نمیفروشه یعنی دلار 22 تومنی امیدوارم بتونیم ببینیم امیدوارم این بورس به ما اجازه بده که بتونیم بریم 22 رو یه بار دیگه ببینیم ولی نگاه کنید آب شده الان با توجه به اونسه الان 22 قیمت داره حالا بله اونسه ممکنه هم بیاد پایین اصلا خیلی هم بیاد پایین ولی اگه یه دو دو تا چارتا بکنید کسانی که هدفشون بلند مدته تو بلند مدت اونسه هم بالای این خواهد بود که حالا ممکنه حتی تو کوتاه مدت هم باشه ولی در هر صورت الان عرض کردم سکه نسبت به گذشته شرایط معقولی داره حالا همین سکه رو اگر بیایم تو بازار جهانی نگاش کنیم فقط تلاش رو تو بازار جهانی با دلار و اونس محاسبه کنیم 60 تومن هم به به تلاش 60 هزار تومن یعنی کار به مزنه نداشته باشید این سکه تو دنیا شما اگر با قیمت حساب کنید 60 هزار تومن زیر تلاش شما الان تو ایران دارید میخرید خب و رب سکر اگر نگاه کنید 177 هزار تومن حباب داره تو بازار جهانی این عدد است که من هر روز میخوندم طی هفته های گذشته 400 بود و 300 بود و اینا الان 170 خورده ایم. پس این هم از شرایط سکه که یه مقدار نفس کشید یه مقدار نفس کشید یه مقدار متعادل شد دوباره تکرار میکنم این قضايا برای الان، برای الان من الان میخوام یه چیزی بخرم تصمیممو گرفتم که الان خرید کنم این تصمیم منه برای الان هیچ وقتم الان خرید نمیکنم واسه فردا الان دارم خرید میکنم واسه بلند مدت دارم پسنداز میکنم میخوام ذهنتون آماده باشه حالا الان که میخوام بخرم برای بلند مدت کدوم اینا رو بخرم انتخاب کنم که برام به صرفه تر باشه حالا برفر شما الان خریدی فردا اصلا همش ریخ پایین ولی اونی که مناسب تر خریدی حداقل کمتر نشسته پایین و همچنین اون زمانی که من عرض کردم بلند مدت وقتی حرکتش رو انجام داد که قطعا انجام میده زمانی که میخوای بفروشیش میبینی ای چه خوب شد اینو خریدم اینقدر درصد الان به نفعمه بابت اون شرایطی که اون روز مناسب انتخاب کردم ولی همش اینه که ما دید بلند مدت داشته باشیم و کوتاه مدت به هیچ عنوان وارد بازار نشیم خب بریم سراغ اخبارمون ببینیم که تو خبرامون چی بود وزیر کشور دیروز فرمودن در چند روز گذشته رسانه ها خارج از کشور مردم را دعوت به فروش سهام می کردند یعنی ایشون بیان فرمودن که علت سقوط بورس با اون شدت طی اون دو روز این بود که رسانه های خارجی مردم رو دعوت به فروش سهام میکردن به این میگن یه اقتصاد بیمار اصلا من میگم راست میگه ها من اصلا نمیگم دروغ میگه که حالا اول واسه تو میگم که دروغ میگه چرا دروغ میگه واسه اینکه خودشون میفروختند من واسه باره فکر کنم چندم دارم عرض میکنم اون روز اولی که سنگین ترین حرکت رو ما دیدیم که اون حرکت بالای 70 هزار واحد بود که فرداش هم بالای 80 هزار واحد رو دیدیم ولی اون روز شوکه کننده بود فرداش دیگه اونو اون رو دیده بودیم یه جورای عادی بود واسه همون ولی اون حرکت رو دیدیم اون روز کلا مفید تعطیل بود و مردم عادی اصلا نمیتونستن معامله کنن خودشون تو صفحه فروش بودند که بتونن آب شده 43 و 43, 43 بخرن الان رو ببینید آب شده 43 خریده الان آب شده 46 40 تازه با حباب منهای 200 ببینید بلده چی کار کنه پس ببینید اون روز خیلی بالاتر از اینجا بودیم اون روز میخوام بهتون بگم ما 1900 بود شاخصمون که الان شاخص 1800 و و مثلا 20 حدودن اون روز شاخص بالاتر بود طلا پایین تر بود یه دو دو تا چار تا بکنید ببینید اینا چه به موقع عمل میکنن آقا مردم کیان خودتون بودید مردم که اصلا نمیتونستن که اصلا مردم بتونن مردم مگه چقدر دارن کل مردم ایران رو جمع کنید اندازه یکی از شماها نمیتونه معامله کنه که تمام پول دست خودتونه تمام سرمایه دست خودتونه تمام حجم بورس هم دست خودتونه حالا میندازه گردن مردم که رفتی تو صف فروش بعد ببخشید ببند در اون بورسی که چون مردم میرن میخوان بفروشن اینطوری میریزه من نمیفهمم این دقیقا قمارخونه است دیگه ببینین مشکل حبابه یه چیزی که حباب داره با صف خرید و صف فروش قیمتش بالا میره و قیمتش پایین میاد ولی یه چیزی که حباب نداره قیمتش مشخصه و قیمتش سر جاشه اون وقت آقا هر حجمی میخوای جابجا جا کنی این به صرفه است چون قیمتش سر جاشه ولی وقتی میبینید عین همین ارز خودمون عین سکه خودمون چون تعادل وجود نداره چون اقتصاد بیماره هزار بارم بهت گفتم شما همیشه یه چیزی رو میندازی تقصیر خارجیه سال 90 ارز تقصیر من بود 97 دوباره فکر کنم تقصیر من شد 98 تقصیر اون شد 99 الان که تقصیر خودتونه چرا هیچی نمیگید الان که کاملا مشخصه ارز فقط به خاطر بورس داره میره بالا ولی میندازن گردنه این میندازن گردن اون میندازن گردن خارجی یک بازار بورسی که با یه صفحه فروش یه همچین بلایی به سرش میاد همون بهتر که رو ببندی دو من نمیفهمم این رسانه های خارجی یعنی از رسانه های داخلی توانمندترند شما چند تا کانال دارید چند تا تلویزیون دارید چند تا رادیو دارید رادیو دارید خارج همه فکر میکنن خارجیه ولی خارجی نیست مال شماست چه رادیو گرفته چه تلویزیون مزدوراتون از اونجا دارن برنامه پخش میکنن مغز مردم رو میجوان بعد حالا خیلی جالبه که میاد پایین اومدن بورس میندازه گردن این که اون رسانه ها مردم تشویق کردن که برن سهاماشون بفروشن من ببینید میخوام نهایتش رو ببینید نهایت این قضیه چیه؟ نهایت این قضیه اینه که آقا اگه همه با هم رفتید که بفروشید همه با هم نابود میشید خودشونم میدونن تک تکتونم میدونید رئیس جمهور یعنی این همین بساط همینه دیگه آقا کسی اینو نره بفروشه شو اینا پول میخواستن شما رفتید پولو بهشون دادید حالا اونجا هم واسه تون عددا رو زیاد کردن خوشحال باش همونجوری تو همونجا زندگی کن اگه میخواید بیرون بیاریدم یواش یواش بعد ما هم هماهنگی کنید نوبتی هر زمان یکی بیاره بیرون همه هجوم بیارم بفرما همینه شسته رفته داره میگه آدم هر اتفاقی افتاد میگه تقصیر خودتونه. همتون ریختین تو این تور شد. نمیگه تقصیر منه که حباب درست کردم و بردم قله این حباب به شماها فروختم. حالا اگر اون زمان شما میخواید بفروشید خب هیچکی نمیاد اینو این قیمت بخره. اون موقع تو جوگیر شدی از روی نادانی خریدی. منم پولش رفتم خوردم، پولش رفتم اسلحه کردم، پولشو طلا گرفتم فرستادم لبنان. اینو نمیاد روشن کنه فقط بدونید که انداخته گردن رسانه های خارجی که مردم و... مردم و دعوت به فروش کردند و تونستن بورس رو اینطوری کنن یعنی وای به اون کشوری که یه نفر بتونه دلارشو بالا پایین کنه رسانه خارجی بتونه بورسش رو زیر زبر کنه میشه تو هم بورس آمریکا و بورس مثلا انگلستان رو بزنی با رسانت نابود کنی ببینم چطوریه تو بورست با فقط یکی از نهاداش میتونه نابود شه یا میتونه آباد شه یعنی همین امروز با سه چهار تا زدی داغونش کرده یعنی تا این سه چهار تا باز شد تموم شد کارش یعنی اینطوری گسترده است یعنی در کل بدونید حجم نداره نابوده خب حالا مسئله بعدی یه مسئله میخوام دوباره واسه بگم که اینجا ببینید آخوند چی تو ذهنشه امروز اون مزدور سرشناس جمهور اسلامی بلند شده اومده حالا کاریش ندارم که این آقا فردای سکه و دلار و تو سکه و طلا رو تو ایران نمیتونه ببینه حالا دیگه اومده واسه همون داره تحلیل بازار جهانی میکنه بعد یکی نیست بشینه بگه آقا اینا تحلیل های ده سال پیشه اول بیا جمع کن یه لطف کن بیا تحلیل پارسال تو جمع کن تحلیل یه ماه پیش جمع کن ببینیم کی حرف زدی درست بوده حالا اونش کار ندارم یعنی خباست میخوام در ذات آخوند رو ببینید ذخیره 300 تونی تلاسه که در خانه مردم یعنی اینا با خونه هم کار دارن داره حساب میکنه یعنی ببین آدم بیشعور فکر نمیکنه اصلا نمیتونه فکر کنه یعنی ببین آدم دوز آدم کسیف آدم جیبور آدمی که دستش تو جیب مردمه فکر نمیکنه اصلا بلد نیست فکر کنه بلد نیست استنتاج کنه بلد نیست نتیجه گیری کنه بلد نیست محاسبه کنه حتی از رو حرفاش محاسبه فقط رو کاغذ نیست من تا میخوام یه داستان سر هم کنم باید یه ذره عقل و شعورم داشته باشم اینا از اون هم تعطیلن چرا چون ده بیست ساله چل ساله دارن از این دروغا میگن دیگه مغز خودشون هم از بین رفته یعنی وقتی متنش رو بخونی تو متنش از بالا با تا پایین همه چیز داره خودش رو روشن میکنه که من دارم چی میگم یعنی من یه آدم خبیسیم که دل بستم به مال مردم تو خونهشون آقا به تو چه که مردم 300 تون طلا تو خونهشون دارن دلش میخواد داشته باشه واسه چی چشمت به تلا تو خونه مردمه پس مردم طلا نداشته باشن مردم واسه زنشون طلا نخرن مردم طلا به خودشون آویزون نکنن دلش میخواد طلا بخره به تو چه ربطی داره که میشینی حساب میکنی یا اعلام میکنی و ببین چقدر کثیفه که چشمش بینه حالا داره میمیره که شما بیاید این 300 تون رو بدید آخوند این 300 تن رو میخواد و از تمام مزدورای کثیفش داره التماس میکنه به هر روشی که میتونید بیاین تحمیق کنید ملت و این 300 تون هم باید بیاد بره تو بورس یا این 300 تن با سوار هواپیماش بره لبنان ما خرج داریم رو ورده به دقیقا دست خانوماتون به گردن خانوماتون به نمیدونم انگشت خانوماتون که اینا طلاهای اینا چه 300 تن طلا دارن 300 تن طلا مگه چقدر آدم خبیث ایرانی باید طلا داشته باشه باید 300 هزار تون طلا داشته باشه باید افتخار کرد که اینقدر طلا داره به تو چه که مردم چقدر طلا دارند من نمیدونم آخون چقدر بی شرمه من فقط میخوام بدونید که اینا با تا کجا واسه کیسه دوختند دقیقا داره حساب میکنه که ملت یادتون اصلا دلار ملت چقدر تو بعد میخوام اینو بگم آقا تلاش هندیان طلا دارن عربام طلا دارن بخواد حساب بکنین این منطقه آقا همه طلا دارن طلا با عیار بالا حالا توی کشورهای اروپایی آمریکایی تیپ آدمایی که از طلا استفاده میکنن خیلی متفاوته از ایرانیا یا حالا کسایی که مثلا تو این منطقه هستن مثل مثلا هندیا مثل عربا مثلا میخوام بگم تو ترکیه خیلی کم خانم استفاده میکنن خیلی خیلی کم نسبت به ایرانی تو ایرانیا ماشاءالله ماشاءالله خانم ها همشون دستشون از بالا تا پایین علنگو ماشاءالله ان خدا برکت بده بهشون بیشتر هم داشته باشن قشنگه نمیدونم آینده شونه به هر صورت داره فردا یه جا گیر کرد پا میشه میره میفروشه الانم میدونید فروش طلا زیاده متاسفانه فروش طلا زیاده حالا میدونید چرا نه واسه اینکه قیمت طلا رفته بالا و مردم میخوان بپوشن خیر برای اینکه مردم محتاجند الان قضیه 97 نیست قضیه 97 رو کلا فراموش کنید الان مردم تا طرف اجاره خونشون نمیتونه بده پامش میره تلاش میفروشه پامیشه میشه میره انگشترشو میفروشه حلقه نامزدیش میفروشه پام میشه میره دستبندشو میفروشه علنگوش میفروشه بسیار بسیار این مسئله زیاده فکری واسه چی طلا این همه قیمتش پایینه اینقدر حباب منفی داره فقط به این خاطر چون مردم محتاج حالا جاره بشینه همین دولت فکر کردی چطوری طلا رو از دست در میاره به همین روش یاد گرفتی آخوند همین کارو میکنه حسابشو کرده چقدر طلا دارید هم هول میندازه تو دلت که این طلا قراره بیاد پایین و مفت بشه بود و بفروش که من احتیاج دارم الان هم قیمتشو به حباب شدید پایین نگه میداره تو این چند وقت نگاه کنید هم نیازمندت میکنه که باید بری بفروشی نیاز داری چیکار ساپونه میدوزد بیرون خلاصه فقط اینو گفتم فقط یه جمله است ولی تو این یه جمله ذات آخونده میشه دید که تا کجا داره نگاه میکنه فردا بهت قول میدم فردا یه روز اون آقای چی بود یکیشون بود یه زمان میگفت که آقا چه میدونم لباس نداشتیم بپوشیم طوری نیست یه لنگ میپوشیم یه همچین چیزی گفت که مثلا یه نگاه کرده بود به این بادی نشین های جنوب خلیج فارس و گفته خب ما مثل اونا لباس میپوشیم ببینید اینا اینطورین فردا تلات هم که ازت گرفت گشنه گشنه هم بودی نگاه میکنه این کفش داره هنوز نه این کفش این هم با در بیاریم آخون نشسته تا زلت خاری منو تو رو ببینه و به غیر از این راحتش نمیکنه. خب حالا دوباره میخوام بگم که دروغای آقایون واسه هم خیلی جالبه وقتی کانالشون تازه کانالی که من عرض کردم هم بانکه طرف هم بانک هم کارگزار بورس ولی مسئول جو دادن و ورود مردم توی بورس چرا فکر میکنید صرافی ملی قیمتش میاد بالا ولی بانک همه جا ولی حتی دلار دولتی میاد پایین حتی تو بازار میاد پایین ولی اون میره بالا چون اون بیسشونه چون پوزشون رو اونه امروز کانالشون اعلام کرده که نرخ دلار صرافی ملی امروز رشد 260 تومنی داشته و 22550 تومن گزارش شده 22550 درسته طرف میره نگاه ولی رشد 260 تومانی نداشت کجاش رشد 260 داشت اول وقت 100 تومان رفت دیروز 22450 بود که اگه یادتون باشه دیروز روی بازار باز کرد مسقال 22400 زده بود این 22450 باز کرد از هوش که بتونه بورس رو نجات بده و خب دیدید حدودا دید. خب هم تونست چون اون سقوط رو گرفتن ولی بدونید این بورس اون بورس قبلی نیست خودشون هم میدونن اون دورانش گذشت نمیدونم چطور میخوان ازش بگذرن من میشینم نگاه میکنم من میشنم این بازی رو نگاه میکنم بازی که خودش شروع کرده من شروع نکردم من تماشاگرم ولی میخوام فقط خباستشون رو بدونید که دروغ میگن خیلی راحت واسه اینکه جو بدن بعد به ملت میگن جو هیچ باش کار نداره نه وزارت باش کار داره نه نمیدونم سپا باش کار داره هیچ کم باش کار نداره جو داره میده رو گرونی قیمت دلار بانک هیچ کم باش کار نداره چون هدف ورود پول به بورسه ببین الان اگه گلشنی هم بیاد جو بالا بده همه واسش کف میزنن چون هدف ورودی به بورس جو بده که ملت پول بیارن تو بورس ملت پولاشونو رو نبه ها ببین دلاره گرون شد پس بورس هم میره بالا بعد نمیفهمه خب بند خدا این بورسی که گیر دلاره خب زندگی تو داره میزنه زمین زندگی همسایت رو داره میزنه زمین خلاصه اینم دروغ دیگه که کارگزارشون که بانک هم هست امروز اعلام کرد دلاری که 100 تومن رفته روش اعلام کرد 260 تومن رفته روش حالا یه خبر دیگه کاهش 80 درصدی پروازهای عبوری این میدونید یعنی فوجه؟ بله فاجعه بله پروازها کم شده پروازها خیلی کم شده ولی ایران ناامن هم نیست وقتی اینا افتخار میکنند که یه هواپیما رو نشوندن رو زمین و ریگیو ازش کشیدن بیرون یعنی ناامنی آقا دو دو تا چهار بله دمت گم که ریگیو گرفتی ولی این افتخار نداره که هواپیمای با سرنشین رو نشوندی نمیدونم چطور اون جریان واسه آمریکا بده که این کارو میکنه بعد واسه شما خوبه همین زمان که گرفته بودن اول یکی از آدمای خودشون یکی دقیقا اولین خبره که اومد و یکی از آدمای خودشون رفت توییت کرد که زم داشته نمیدونم از رو خاک ایران رد میشده هواپیماشو تو شیراز نشوندن پایین دستگیرش کرد بعد فهمدن بند خدا رو فریبش دادن کشوندنش واسه پول عراق من اون چه فکری که برن شد اومد اونجا حالا کاری به این جریانات ندارم کاری به اینا داریم که یعنی با افتخار میگن ما هواپیما رو نشوندیم و طرفا کشی و معلومه دیگه کسی جرئت نداره رو خاطر رد بشه خلاصه این احتمالا درآمدم داره واسه شون من فکر می حالا قطعی نمیدونم احتمالا فکر می کنم داشته باشن خب این درامد هم دست داده دیگه وقتی رو هوای کشور چیزی جرئت نکنه بیاد این قسمت ها رو هم باید ببینی حالا این, تا... این تیکر رو حالا گوش بدید رئیس سازمان بورس گفته سال گذشته 820 هزار نفر و امسال 4.5 میلیون نفر وارد بورس شدند حالا سال گذشته که 820 هزار نفر اومدن امسال 4.5 میلیون اومدن امسال هنوز نصف سالم نشده ها امسال هنوز برج هم نشدیم ها بخوایم حساب بکنیم همین جور بریم جلو تا آخر سال ده برابرم هم رد میشه به نظرتون این سیگنال مثبت یا منفی به نظر من نهایتش منفیه چون جمهور اسلامی ها همین چار میلیون و نیم نگه داشتند روزانه 100 تا 120 هزار کد بورسی جدید صادر می شود روزانه 100 الا 120 هزار نفر میرن ثبت نام می کنند و میرن پول میدن که جمهوری اسلامی بتونه دوام بیاره معلومه احتیاج داره او به اون خط هواییشو نمیتونه پولشو بگیره از اینجا شماها میگیره تازه واردها از ابتدای سال حدود 100 هزار میلیارد تومن وارد بازار سرمایه کردند 100 هزار میلیارد تومن ریختند تو جیب جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی امسال با بورس خودشون نگه داشت اون کسایی که تو بورس سرمایه گذاری کردند هر بلایی که به سرشون اومد لطفا فوش دیگه ندن خودتون عاملید میخواستید پولش رو در بیارید بفرما پولش رو داری اون قسمتش هم داری دیگه حالا دودش تو ششم بقیه هم داره میره اون بیچاره ای که میخواد تو این کشور زندگی کنه تو نمیخوای زندگی کنی تو دنبال پول میگردی با آخوند حاضری شریک شی با آدم دروغگو میری معامله میکنی پس به هیچ عنوان حق نداری دهن باز کنی پشت سر آخوند حرف بزنی پشت سر جمهوری بگی جله کنی چرا اینطور شد چرا اونطور شد همینه که از تو نگرش داشتی شماها نگرش داشتید روزی 100 تا 120 هزار چهار میلیون نفر از اول سال تا الان زیر جمهوری اسلامی نگه داشته منتظر جمهوری اسلامی بره هرگز نمیره اگه ساده ای فکر میکنی میده هرگز نمیره میخواشه محکم کوبید یعنی ببینید چی کار کرده با هاتون بعد شاکی هستید فوش هم میدید فوش بده بشین فوش بده فقط آخو میشینه فوش میده میخوره بعد حساب انگشتره تو دست خانماتون هم میکنه خب مثلا از حرفشون که تو کانال بوسشون زدن به نظر من اکثر سهم ها در کف قیمت خود هستن و اصلاح هم تمام شده یعنی آقا بخرد دوباره پول بریز ببینید پول میخواد چون وای به حالتون که ورودی نداشته باشه ورودی نداشته باشه تموم اون 100 تا 120 هزار نفر در روز وارد نشن تموم حالا نگاه کنید ببین چند نفر دیگه بوده تا کی میتونه 100 تا 120 هزار نفر وارد شه تا 100 سال دیگه که نمیتونه بشه ایران مگه چند تا دا جمعیت داره یه روزی تاش در میاد اون روز که تاش در اومد اون وقت میشین میشینیم و نگاتون میکنیم که خودتون این بلا رو به سر خودتون ما آوردید عین همون آدمای بی همه چیزی که سال 57 بلند شدن رفتن تو خیابون این شده عاقبت ما حالا که یکی یه تایر بذاره سرش بیشنه همه رو به سخره بگیره و هر روز دروغ بگه ما نگاه کنیم فقط فوش بدیم حالا پالایشی ها در کف روزانه در حال بازگشایی ببین این حرفش بوده پالایشی ها در کف روزانه در حال بازگشایی یعنی بدو بخر کف روزانه نشه حالا همین پالایشی ها امروز پوست بورسو کندن همین پالایشی ها بورس رو از چهل هزار مثبت رسوندن به زیر ده هزار مثبت سی هزار تا ریخت همین پالایشی ها دقیقا بعد شعارش ببین پالایشی ها, در کف روزانه یعنی بدو بخر ملت هم خریدن اینم هوری ریخت بفرما تحلیل بگیر بعدیش پراید 90 میلیونی اصلا گران نیست حالا خوردید حالا خوردید یا نخوردید من کی بهتون گفتم پراید 70 میلیون بود اینا اومدن اعلام کردن پراید شده 90 میلیون بی خود شده 90 میلیون کی گفته باید بشه 90 میلیون اصلا پراید نباید بشه 90 میلیون بهتون گفتم آقایون خانوم ها پراید 90 میلیون نیست ولی یه روزی 90 میلیون خواهد شد و اون روز به این خیلی هم دیر نبود اصلا دیر نبود و الان دیدید پر رو میاد میگه پراید 90 میلیون گرون نیست یعنی ببینید چقدر قشنگ میان و هر کاری درشون میخواد میکنن افتخارم میکنن اعلامم میکنن پراید 90 میلیونی اصلا گران نیست این حرف خودشونه تمام کانالشون هم زدند حالا یه خبرم بهتون میدم کانالشون امروز سیگنال نمیدادن کانالای سکه و تلاشون نمیدونم دستوری بود احتمالا چون بدونید این کانالا قطعا مال خودشونه شک نکنید که مال خودشونه چون اگه مال خودشون نبود ببینید دسترسی به این کانالا به سوتیه طرف داره تو ایران زندگی میکنه شماره حساب بده بری پول بریزی به حسابش خب کاری نداره که طرف تماس میگیره آقای مثلا محمود جان میخوام یه سیگنال ازت بگیرم شماره حساب بده برم بریزم شماره حساب میده فردا می یقهشو گرفته ببین پس میتونه بگیردش و نمیگیرن که هیچ که درس هم بهشون میدن اینو بگو فردا اونو بگو پس فردا اینو بگو همین آدمایی که تا پری روز داشتن واسه اون سیگنال آب شده میدادن و سیگنال دلار میدادن همونا الان سیگنال بورس دارم بهتون شما فکر کنید اینا یه سر آدم دیگه نه اینا همونان دقیقا همون اون همون شهین خانم مهین خانومه رو من بهتون گفتم که این شهین مهین خانومه تا مثلا سال 97 و 8 یک سر عکسش تو کانالشون بود که این استاد در تحلیل و استاد در بازار تنها کسی که گفت دلار میشه این قیمت این بوده و تنها کسی که گفت دلار میشه اون قیمت این بوده فردا شده ها دیدیم که تحلیلگر بورس هم از در اومد یعنی مشالله مشالله خانم همه کار است نه خیلی طرف مزدور جمهور اسلامیه پولش میدن هر روز بیاد یه جوری توی مراسمی واسه تون و بره الان واسه بورس دارن میرخصن واسه خب انتشارات اطلاعات و گزارش های ماهانه قیمت بازار مسکن ممنوع شد یعنی دیگه حرف از بازار مسکن هم نزنید ببخشید عوض میخوام که گندش در نیاد چون دارن مسکن رو میبرن بالا من قبلا بهتون گفتم من همین فکر کنم یک ماه نیست یکی دو ماه پیش شاید هم حتی کمتر علتش هم گفتم تنها چیزی که میتونه بورس و نجات بده یک مدت کوتاهی مسکنه چرا چون این کارخونه های ورشکسته یه سری مسکن دارن گفتم یه جوان فوکلی اووردن تو تمام کانالشون هم گذاشتن و همه رو تحمیق کرد که آقا شما این شرکت کلی بدهی داره بدهی داره که بدهی داره این شرکت ضرردهه ضرردهه که ضرردهه این همه ملک داره ملکش رشد میکنه خب خب رو میره ملک میخره مگه من مریضم بلنشم برم ملک یکی رو بخرم که هر روزم یه تیکش داره کنده میشه بابت بی ارزگی داره ضرر میده خب میرم یه ملکی میخرم ضررم نمیکنم خرج یکی دیگرم نمیدم خب این نتیجه یعنی چی یعنی قرار ملک بره بالا ملک هم میره بالا رفتم بالا عمدنم به اصلا میبرنش بالا بعد ملک بره بالا میدونی چی میشه همین الان مردم نمیتونن بخرن خریدن که آقا پیشکشمون هم نمیتونن بکنن همین الان داره میگه آقا خواستی بیا بهت وام میدم سودشم به هم بده که بتونی بری رحم کنی بفرما تعویل بگیر حالا این مال الانشونه ببین سال بعد میتونی دیگه خونه رحم کنی یعنی سال بعد جوبم گیرت نمیاد بری بخوابی اینو مطمئن با چرا چون هموطنت رفته تو بورس سود کنه بعد چون هموطنت رفته تو بورس سود کنه پس فردا چه اتفاقی میفته باید قیمت ملک وحشتناک بره بالا تا شاید جلوی سقوط این بورس رو بگیره که اموال اینا حداقل بره و خب بعد ملک بره بالا من میشه ملک بره بالا مثلا دلار نره بالا ملک بره بالا سکشور با ریاله رو بزنی تو سرش بعد همین الان نگاه بکنی یه سری مردم تو ماشین میخوابند یه سری مردم رو پشتبون میخوابن تو تابستون میرن پشتبون اجاره میکنن یه سری مردم که با هم آشنام حتی بند خدا نیستن میرن با هم خونه اشتراکی اجاره میکنن نمیدونم میدونی یا نه اینو نه اینکه من بگم خود رسانه هاشون داره میگه خود رسانه هاشون میگفت این که یک سری واده هایی که به هم محرم نیستن میرن یه خونه اشتراک میگیرند که زندگی میکنن درست نیست اینا محرم نیستن ببینید این فاجعه است خونه یعنی محل آسایش محل آرامش یعنی آقا میخوای با یه رکابی بیای بیرون میای میخوای با شورت بیای میای میخوای اصلا کلا هیچی نپوچی میای میخوای بچه دو بغل کنی میای بعد یا خونه ای که آقا چل تا آدم توشه چطوری تو میتونی توش زندگی کنی یعنی برگشتیم به چند صد سال پیش اینا دقیقا اومدن ما رو ببرن تو دوره قبل از کنم قاجار همه میگفتن قاجار الان میخوام بهتون بگم قبل از قاجار یعنی باید برسیم به یه جایی که یه اتاق پنجاه تا توش زندگی میکنیم خیلی همون هم همو نمیشناسیم همونجا همه با هم میخوابن و همونجا با هم میخورن و یه دستشویی داره صبح به صبح اینه مثلا زندان و با تو صف واشتی تا دستشوی آخون رو میخواد ازت یه دونه دم هم هست نوبتی میپوشید میرید بیرون و میاید نبوشید پی پاورنه باد به این همینو میخواد مسکن همین الانش معزله همین الان مردم پول ندارند اجارشو رو بدند همین الان پول رهنش ندارن باید برن از بانک بگیرن حالا مداره واسه تون ملک میبره بالا که بورسش نجات بده میخواد کسی نفهمه ببخشید گندش در نیاد انتشار اطلاعات و گزارش های ماهانه قیمت بازار مسکن ممنوع شد یادتون پارسال دلار هم ممنوع بود پارسال دلار انتشار قیمتش ممنوع بود الان حلال شد اعلام کرد اینا که صرافی‌ها میتونن تو ساتشون اعلام کنن چرا چون میخواد ببینی دلار داره میره بالا الان دقیقا یکی از سالهایی که تا حالا ما نداشتیم تو جمهور اسلامی که با افتخار دلار رو میبرن بالا و به همه نشون میدند چون تنها چیزیه که میتونه مردم رو به سمت بورس ببره و یا نگه داره ولی مردمی که فکر نمیتونن بکنند که دارن چیکار با خودشون میکنن خب دوباره از حرف خودشون فشار ارزه از شدت رشد بورس کاست میخوام یعنی بگم این چیزهایی که من تعریف کردم کانالای خودشون هم زدن این نظر شخصی من نیست نظر خودشون هم هست یعنی امروز انقدر ارز زیاد بود اون هم روی آیتمای بزرگ که بورس رو از این رو به اون رو کرد و دوباره مثلا یکی دیگه از حرفاشون شادی کوتاه مدت سهام دارن